علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای افشاری، اقدام سفیر روسیه در تهران چقدر مرسومه و چرا باید سفیر کشور خارجی به خودش اجازه بده که اینگونه صحبت بکنه؟ نه، چنین چیزی مرسوم نیست در روال متعارف بین المللی، اما با توجه بکنیم که لوان جاگاریان یک دولت مرد وابسته به دولت روسیه پوتینی هست و این دولت مردان اساساً یه نگاه از بالا به پایین به کشورهای دارن که در بسیار سطح قدرت جهانی نیستن، کشورهای همسایه و پیرامونی رو اقمار خودشون میدونن، استقلالی بر اونها قائل نیستن و به خودشون اجازه میدن که گستاخانه دیکته بکنن که چه بگوین و چه نگوین. اما به نظر من شاید در حرفای جاگاریان تنها چیزی که اعتراف بزرگی کرد این بود که روزها موقعی با برجام همراهی میکنن که منافعشون حاصل بشه. اما معمولا روسیه هم در منفعت طلبی رویکرد برد باخت رو دنبال میکنه، یک طرفه بیشتر به دنبال منافع خودش هست. حرفای بی اساس دیگری زد که البته باز از زاویه شباهت بین جاگاریان و دولت روسیه در سطحی بالاتر با جمهوری اسلامی و کارگزارانشون نشون میده که هر دوی اونها صورت بندی کاذب انجام میدن و حرفای راست و دروغ رو کاملا جابجا میکنن، جای حق و باطل رو عوض میکنن. دولتی که در تجاوز نظامی وحشیانش به اوکراین، مشابه دوران قرون وسطا، مشابه دوران استعمار کهن، شهرها رو محاصره اقتصادی میکنه، مردم و شهروندان عادی رو تحت محرومیت‌های سنگین آب آشامیدنی، غذا و دارو قرار میده. امروز در شهر ماریوپول حمله کردن به یک بیمارستان کودک و بعد هم وقیحانه میگن که ما عملیاتی بجا، نه این یک جنگ ناعادلانه ناموجه وحشیانه است. همین کارم جمهوری اسلامی در سوریه کرد و برای اون عناوین دیگری رو جه. آقای افشاری، به نظر شما چرا حکومت ایران به افکار عمومی که مخالف حمله روسیان بی‌اعتنایی میکنه؟ خیلی کوتاه اگه جواب بدید. این الگوی همیشگی جمهوری اسلامی اختصاصی به موضوع جنگ اوکراین نداره. جمهوری اسلامی اساساً مردم رو به خاطر خود مردم، انسان ماها و انسان رو به رسمیت نمیشناسه، بلکه مثل همه نظام‌های اقتدارگرا و جریان‌های ایدئولوژی یک تعریف خاصی از مردم مطابق افکار و نظام باور خودش داره و بر اون اساس مردم رو فقط حامیان خودش میدونه و اون مردمی که مخالفت بکنن رو از انواع اقسام القاب منفی برای اونها استفاده میکنه. بله، خیلی متشکرم از شما علی افشاری.